حضرت عمر بار تمام حکومت را در اطرافش جمع کرد. وقتی که در خلافت نشست، یعنی در پادشاهی که نشست بعد ابوبکر صدیق، حضرت در حال سروزیر فیرات کرد، تمام وزیرها تا گرفتن از من بیان، تمام شخصیتی که در حکومت من کار میکند همه را در نزد من حضور کن، حاضر کن. همه جمع شدند. حضرت عمر اولین سخنی که گفتند، گفتند ای بندگان خدا، ناوابسته شما در کدام پایه حکومت من کار میکنید، اولین وظیفه که من در ذمه شما میگذارم این است که نماز در وقتش ادا کنید. بی نماز نباشید. فمن حافظ علیها حفظ دینه. کدام از شما گفت اگر نماز در وقتش میخواند، معنای این را دارد که وی دفاع از اسلام کرده است و دین اسلام را محافظت کرده است و دین خودش را محافظت کرده است. و من ضیعها، اگر کدام شما مبادایی که وظیفه شما، مبادای پولداری شما اگر سبب شد و شما نماز ضایع کردین، پس من از شما باوری ندارم که این جمعیت از دست شما آباد شود. شما وقتی نماز ضایع کردین، شما در این مردم مسلمان خدمت کردن نمی توانید. این سخن حضرت عمر بود روزی که در تخت شاهی نشسته بود. حضرت عمر می دانستند که حدیث پیغمبر خدا را خوانده بودند که ان الله تعالی لا ينظر الى صوركم و الى اموالكم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. و می دانست که پیغمبر خدا گفته بود که ای بندگان خدا، هوشیار باشین که خداوند در پولداری شما نظر ندارد، در صورتهای زیبای شما نظر ندارد، در اولاد تو از کدام اولاد اجداد هستی، تو در کدام پایه کار میکنی، به این نظر نمیکند، بلکه نظر میکرد از پروردگار ما الى قلوبکم و اعمالکم، فقط دلهای شما را نگاه میکنم، عملهای شما را نگاه میکنم که در دل تو چی نیت است و عمل تو چی گونه عمل است. حضرت عمر اینا میدانستند، خدا رحمت و مغفرت شان کنند، و میدانستند که یک زمان موقت من سروری میکنم و فردا که نزد پروردگار رفتم مرا از این نماینده ها میپرسند که آنها را دعوتی بر نماز کردی یا نکردی. چی مبارک بودن حضرت عمر. اگر تاریخ را ورق زنیم باور که انسان آب چشمش را داشتن میتونه. چی مبارک حضرت یک خلافت کردن. باره میگوید حضرت عمر یک معرکه در آمدن که در اونجا محمد ابن مسلمه یکی از آدمای حقیقتگو بود، حقیقت را میگفت. کجروی کدام شخصی را که میدید همون زمان حقیقت را میگفت. و حضرت عمر نزد همین قوم آمد، نزد همون حلقه آمد و گفت ای محمد، گفت ابن مسلمه، تو یکی از آدمهای حقیقتگو هستی، الحال خلافت من چگونه است؟ پادشاهی من چگونه است؟ حضرت محمد گفتن، عمر گفتن، عدالت تو خیلی به اندازه بلند است، بسیار یک عدالت کلانی داری، بازم این قدر مالی که در بیت المال جمع می شود، تو چنان دلی تو از دنیا مردگی هست که در تلاش جمع کردن مالم حواس نداری، در مال جمع کردنم حواس نداری. حضرت عمر دوام دادن گفتن، محمد گفتن،
اگر با شرطی که من یکی کجروی کنم چی؟ اگر ما بادایی که فردا یک کجروی میکنم، یک احکام پروردگار را میشکنم. این محمد ابن مسلمه گفتن، عمر گفتن، اگر تو گفتن کجروی کنی، اگر مبادای یک آیت یا یک حدیث پیغمبری خدا را اگر تو پایمال کنی، من تو را با شمشیر راست میکنم. حضرت عمر گریان شدن، گفتن هزارها شکر به سوی پروردگار که در بین ما قومی بود است که اگر عمر کجروی کند، عمر راست میکند. بینید چگونه یک آدمی خاکساری بودن. الحال من در همین مسجد امام خطیب هستم، اگر یک نفر یافت شود یک کمبودی مرا گیرد، من غضبناک می شوم. حالان که این کار من نادرست است، باید که من راضی شوم، باید خوش به حال تو که کمبودی مرا گرفتی. چی مبارک حضرت ذاتی بودن، خدا رحمت و مغفرت شان کند. از همه امر مهم نزد من گفتن این نماز است. کدام از شما گفتن در حکومتی من کار میکنید باید که نماز ادا کنید. بار حضرت میگن مسجد در آمدن دیر کردن، مردم قوم انتظار که حضرت عمر میآید. حضرت عمر نماز قوم میخوانده میدادن، وقت اون زمان پادشاه ها پیش میدر آمدن. کمی دیر کردن، قوم بی‌ظافیته شدن، بی سرانجام شدن. به ناگاه حضرت عمر در آمد و نزد قوم عذرخواهی کرد. گو قسم به خدا، گفت این یک لباس تری که در بدن من میبینید، این لباسی هست که هم مهمانهای رهدوری را با این قبول میکنم و هم برای مسجد آمدم با همین لباس نماز میخوانم. الحال تر بود، کمی ایستادم تا که یک خشک شود و در بدن کنم آمده نماز شما را خوانم. در خلافت نشسته بودن، یک کرته در بدن داشتن، هم مهمان قبول میکردن هم با این نماز مردم را میخواندن. الحال سوال های خیلی زیاد است، انشاءالله فکر میکنم در باب نماز کفایت کننده است. خیلی صحبت های زیاد کردیم، 5 جمعه با شما در باب نماز و بی نماز صحبت داشتیم. انشاءالله برای آدمی که اگر ذره در وجودش ایمان باشد، خدا ترسی باشد، این سخنهای ما البته در او تأثیر میکند و خانواده خود گفت پیغمبر خدا امر بر نماز میکند. السلام علیکم داملای محترم. خدا شما را نگه دارد. ما از 90 کیلومتر هر جمعه اینجا می آییم و از شما خواهش دارم که یک جمعه در نماز جماعت و جمعه دیگرش در فضیلت علم و علما صحبت کنید و این کسیته ها را ما به شهرهای دور ارسال میکنیم. یعنی انشاءالله این برادر میداند که من چند جمعه خود اعلان کرده ایستادم که بعد سوال جواب در باب نماز جماعت صحبت میکنیم و در باب فضیلت علم و علما و یکی دیگر موضوع ما موضوع سطر هست. انشاءالله این موضوع ها که چند تکلیف ها شدگی هست انشاءالله من صحبت دارم. دوم سوال کردن، امام بخاری چند حدیث در کتابش آورده است؟ امام مسلم چند حدیث در کتابش آورده است و سال تولدشان را می گفتید؟ امام بخاری که اصل نامش حضرت محمد است، محمد ابن اسماعیل، می گوید که من از بین 600 هزار حدیث، 600 هزار حدیث، این امام بخاری میگوید که من 600 هزار حدیث جمع کردم از پیغمبر و از بین اینها 7257 حدیث در کتاب صحیح بخاری وجود دارد و همین 7257 حدیث از بس که میگوید، یعنی
یک تکرار بازشدگی هستند. یعنی اگر حدیث دو بار سه بار هم در این کتاب که آمدگی هست، از این خاطر حدیث های تازه به تکرارش 4000 هست. و سال تولدش 194 هجری هست، بگیم 184 سال بعد پیغمبر خدا و دنیا آمدگی هستند. و 256 هجری از دنیا گذشتن، همگی 62 سال حیات دیدند. در قصه ها می آید که همین باید ما و شما افتخار کنیم که این صحیح بخاری، این بعد قرآن کتاب معتبرترین در روی دنیا به شمار می رود و این از اولادهای ما و شما هست، از بخارا محمد ابن اسماعیل. پدرشان هم آدمی با تقوا بودند، مادرشان هم آدمی با تقوا بودند. یکی از دوستان پدرش حکایت میکرد در همین کتاب امام بخاری که وقتی در حالت سکرات مرگ بود، پدرش اسماعیل، من خبرگیری رفتم و به سوی من گفت، ای حجر، گفت حجر بودن این کس، اینقدر حیاتی که من دیدم، گفت قسم به خدا، گفت یک درهمی حرام در خانه من وارد شدگی نیست، یک درهمی حرام در خانه من وارد شدگی نیست، گفت. و فرزندهاشم بسیار علکه خودی، همی فرزند محمد ابن اسماعیل خود گواهی می دهد که از چگونه اولاد البته به دنیا می آید. این از حساب لقمه حلال این فرزند به دنیا آمدگی هست. بگوید در خوردیش وقتی که این محمد تولد شد، پدرشون از دنیا گذشتند. در آوان خوردی میگوید همین محمد ابن اسماعیل نابینا شدند. خورد بودن میگد نابینا شدند. مادرشون به نهایت غم میخورد و پیوسته شبها نماز تهجد داشت، میگد زاره و تولا به درگاه پروردگار میکرد که خدایا این فرزندی مرا بینا بگردان. شب از شبها میگوید در خوابش حضرت ابراهیم خلیل الله در آمد و گفته مادر، گفت این زاره و تولایی که تو به سوی خدا کردی، خداوند دعای تو را اجابت کرد و فرزندی تو را بینا گردانید. این مادر میگوید من از جا خیستم، تا زمان پیش فرزند میرفتم صدای همون ابراهیم از گوش من دور نمیرفت، همین صدای می آمد که فرزندی تو شفا یافت، فرزندی تو شفا یافت. آمدم نگاه کردم که این محمد شفا یافتگی از چشمهاش مثل چشمهای بینا میگه کشاده شدگی بود. 10 ساله بودن که حضرت علکه حدیث از یاد میگفتن، 10 سالگی ده علکه حدیث از یاد میگفتن. این هم یک افتخار مردم ما و شما است که ما صحیح بخاری داریم. و امام مسلم هم ابن حجاج نیشاپوری، سال تولدش 204 هم گفتند، 206 هم گفتند، 216 هجری هم گفتند. و این حضرت 4000 حدیث در کتاب خودش جمع کردگی است که اینش به اینش باز تکرار آمدگی هست. این یک مختصران جواب این برادری که برای ما گفتند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین یا رب العالمین.